جناب آقای مهندس مشیری، درود بر شما. درود بر شما جناب موری عزیزم، امیدوارم خسته نباشید. درود بفرستم خدمت هموطنان، همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران. ممنونم آقای مشیری. یه شنونده بانوی گفتن چقدر دل ما تنگ شده برای اختلاط‌های تاریخی شما با آقای مشیری. عجب. بله. گفتم بالاخره پیش میاد. آقای اوقات هست، به حال زمینش موجوده. بله. خود به خود و به طور طبیعی یک جذبه‌ای در کلام دو طرف به خصوص آقای مشیری پدید میاد که بنده را هم با خودش میبره. اختیار داریم. آقای مشیری چه خبر؟ اولا از اوضاع یعنی فضای کنونی ایالات متحده آمریکا بفرمایید، نظرتون رو بدید. همین ابتدا بنده تو سفر بودم، تقریبا سه روز به طور پراکنده توجه میکردم، اما ماجرا به همون وجهی که هفته قبل دوباره صحبت کردیم، یعنی عرض کنم که حرکت سیاسی این کشور بر روی هم به سمت چپ هست و خدمت هموطنان توضیح دادم در این برنامه گویا دیشب بود که این از خصلت‌های دموکراسی و جامعه دموکراتیک اتساع پذیری سیاست هست. یعنی در سال فرض کنید که اواخر 80 اوایل 90 این واژه لیبرال فوش بود، یعنی در حقیقت همین آقای ماکل دوکاکس که لیبرال هست و هر شبت که با کندی و هر کنه همین آقای اوباما که در سمت چپ اینا قرار میگیره، هر که اصرار میکردن آقا شما لیبرال هستید، این شهامت این که بگوید من بله من لیبرال هستم رو نداشت، به جهت اینکه لیبرال بودن چیز بدی بود و مود کشور به طرف دست راستی ها بود و بر روی هم اینها عرض کنم که سبب پیدایش بوش پدر و بوش پسر و اینها شد و اینها عرض کنم کشور رو به جایی بردن که باز بازگشت کشور به سمت چپ هست، از اندکی هم از لیبرال گذشته تا جایی که آقای اوباما صحبت از distribution of wealth کرده با این آقای جود پلامر، این که مشهور شده امروز، عرض یعنی بازپخش ثروت یا پخش ثروت بهتر است بگوییم، و این است که مود کشور و فهوای سیاست امروز به سمت چپ و تمایل داره و با نهایت شگفتی خدمتتون عرض می‌کنم که در ماه سپتامبر به تنهایی مردم، نه کمپانی‌های بزرگ، نه لابیست‌های بزرگ، 150 میلیون دلار که یک رکورد بوده به کمپین آقای اوباما کمک کردن، یعنی به طور متوسط 3 میلیون نفر 50 دلار بی سابقه بوده. اینها حالا بگذاریم از یک عرض کنم که داستان های آقای موری هر شبه که از ایران زنگ آقای مشیری در قبالش آقای مشیری عزیز جانم میشنویم در قبالش خب مطالبی دیگری هم میگویند، از جمله این که گاهی مبالغی فراتر از مبلغ بایسته پرداخت شده، گاهی مبالغی پرداخت شده بدون نام و بدون آیدی چندی هم هست، اما بر روی اینا عرض کنم صحبت هاییست که دست راستی ها میکنن، تا کنون همچین مطلبی به تحقیق نپیوسته که کار غیرقانونی شده، یعنی اون مقداری که مردم میتوانستن در حد قانونی دادن. حالا عرض شود که خود کمپین آقای این مکین در طول مدتش 86 میلیون دلار بیشتر نتوانسته جمع بکنه. داشتم عرض میکردم که شایع میکردن که احمدی نژاد آمده این 150 میلیون دلار احمدی نژاد آورده داده به این آقای اوباما، از اینجور داستان ها هم هست، البته بگذاریم این که ارزش گفتن نداره واقعا. و چندان هم که حرفی زده شده جان، چنین سخنی گفته شده؟ بله بله، به بندم زنگ زدن از ایران که آقا این درست است که این آقای احمدی نژاد که آمده؟ گفتم بله، من شنیدم در توبره داشته و رفته در پشت منزل این آقای اوباما پرتاب کرده این رو داخل، سر صدای زیادی کرده، اوباما آمده توبره رو برداشته دیده بله این 150 میلیون در باز که آقای احمدی نژاد راوردن قیلون کشیدن با هم، عرض شود که روی هم بوسیدن تشکر کرده آقای احمدی نژاد رفته. حالا این از این داستان های مسخره و واقعا بیارزش که نمیدونم حالا چه اسمشو بذارم هست. خب آقای ماشینی در گیرودار نبردهای انتخاباتی معمولا هواداران دو طرف از این سخنان توهم‌آمیز بسیار میگن. و
بله بله، ولی این از زبان هیچ آمریکایی که در حد پایین‌تر از عقل هم باشه، همچین چیزی از زبان آمریکایی صادر نمیشه. اینا رو عرض کنم که ما استبداد زده ها میسازیم. بماند و خدمتتون عرض میکنم که این پروجکشنی که یا پیشبینی که همه تحلیلگران در باب همین عرض کنم که الکترال کالج ووت دارن، این است که اوباما برنده این انتخابات هست. و فراموش نکنیم این کشور کشور 49-51، یعنی این که در روزهای آخر اندکی به هم نزدیک می شود، اما وقتی که عرض کنم که با اختلاف یکی دو هم باشه در آمار به همون سمت آمار بهتر گرایش پیدا می کنه و تعداد کسانی که ثبت نام کردن برای نخستین بار هست که جوانان زیر 25 سال تا این میزان شور و علاقه برای عرض کنم انتخابات به خرج دادن. و پیش از این در انتخابات پیش از این معمولا جوانها کالجروها خیلی نسبت به این قضایا توجهی نشان نمی دادن، یعنی با بیتفاوتی می گذشتن. اما این آقای اوباما سبب شده است که شوری برانگیزد بین سیاهان، عرض کنم سیاه پوستان، به خصوص سیاه پوستان همیشه بیتفاوت بودن. در این سالهای دراز که من اینجا هستم بسیار صحبت کردم با دوستان سیاه‌پوستی که داشتم اینجا یا میشناختم و اینها، که شما آیا رأی میدهید؟ میگفتن که نه، ما برای چی رأی بدهیم، ما که هیچ نقشی نداریم. خیلی کم سیاهان رأی میدادن و هر شبت که ولی امسال به گونه دیگر هست، یک فرد سیاه‌پوست این شانس رو به دست آورده و تا یک گامی کاخ سفید رفته و تا فکر میکنم 99% میتوانیم امروز بگوییم که این مرد برنده خواهد شد، مگر اینکه یک حادثه غریبی اتفاق بیفتد، مگر اینکه همه آمار دروغ بوده باشد که نیست. و هر چقدر که فکر میکنم آقای مهری به یاد داشته باشید 8 سال پیش من خدمت شما آمدم، درست CNN اعلام میکرد که بوش برنده شد و این به من خیلی سنگین آمد. واقعا دوست نمیداشتم بوش برنده میشد، من خیلی دوست میشتم آقای الگور برنده بشه. و بعد از کنم خدمتون عرض کردن که ما به زحمت توانستیم این 4 سال بوش پدر رو تحمل کنیم، حالا چگونه 4 سال دیگر از بوش پسر تحمل کنیم که این تبدیل شد به 8 سال. و وضعیت خیلی بدی است در آمریکا. در واقع من یاد ندارم که مردم آمریکا تا این حد بیزار بوده باشن از یک رئیس جمهوری که از کاخ سفید دارد بیرون می رود. و فکر می کنم که برنده شدن اوباما حتمی است. و عرض کنم که کسانی که پیشنهاد میکنند فعلا یا سر صداش هست که او رو محاصره بکنن یا ادوایزرهای او باشن در کابینه، از میکنم اینها مردمان روشن و خوبی هستن. و احتمال میشود داد که این آقای اوباما به جهت این که مردیست از طبقه پایین که فقر رو میشناسه و گرفتاری طبقه متوسط و طبقه زیر متوسط، طبقه پایین رو میشناسه و کار کرده و روی پای خودش ایستاده و انسان خود ساخته است، میشود گفت که این یک پدیده جدیدی است در عالم سیاست آمریکا و ممکن است که آینده خوبی در انتظار آمریکا باشد. این هم از خصلت‌های باز دموکراسی است که امید هرگز نمی‌میرد در جامعه دموکراتیک، در حالی که در جامعه استبداد زده اولین چیزی که ناپدید می‌شود امید است. وقتی ما به چهره هموطنان نگاه میکنیم داخل ایران در میابیم که به هیچ وجه نشاط و امید نیست، چون هیچ روزنه به روشنی نیست مگر اینکه یا ناگهان اتفاق بیفتد و شورش یا کودتایی چیزی. اما در جامعه دموکراتیک ما این مطالب رو بایستی مرتب تکرار کنیم که مربوط میشود به آموزشی که ما میگیریم از این فرایند. همیشه نشاط و امید هست، همیشه میگویند the best days are yet to come، یعنی بهترین روزها هنوز نیامده و این بهترین روزها در آینده است و نگرش همیشه به آینده بهتر هست. و عرض کنم که این هست که این یک جرم حرکتی خاصی به جامعه میدهد که عرض کنم که جامعه معمولا دچار یأس نمیشه. اینها مطالبی است که ما باید بیاموزیم. حالا برگردیم به اصل سخن. آقای ماشینی، من یه سوالی ازتون دارم. جانم قربان، اجازه هست یه سوال بکنم ازتون؟ خواهش میکنم قربان. میگم شما خب با شجاعت به قول فرانسوی ها با کوراژ نظر خودتون رو درباره اوباما گفتید پیشا پیش. بله. ولی آمدیم و ایشون، یعنی شما که مطمئن نیستید که ایشون چه طرح‌ها و برنامه‌ها رو و چگونه اجرا خواهد کرد. بله بله. اگر آن نشد که
شما در ذهنتون تصور میکنین، اون وقت شما دستخوش ناامیدی نخواهید شد. به هیچ وجه. این زمانی که بنده ادعای پیغمبری بکنم و به هیچ وجه من البوشم. میبخشید آقای مشیری، خب به حال من شما به طور خصوصی از این حرفا زیاد به هم میزنیم. کنم که امید دارم که اینگونه بشه. هر سبب که حالا پیش از این هم فراموش نکنیم که هر سبب که پیدایش اوباما و گرایش مردم به اوباما به خاطر بیزاری از بوش هم هست. یعنی که این شرایطی این مرد به وجود آورده، این ادمینستریشن و این دولت و اینها، عرض کردم پیش از این همچین شرایطی رو هم نیکسون به وجود آورد. البته نیکسون مرد بسیار بزرگی بود به گمان من، سیاستمدار بسیار بسیار چربدستی بود و به امور سیاست خارجی وارد بود و استاد بود، اما این کاری که عرض کنم در زمینه ترفند در کار فرآیند دموکراسی کرد، مردم رو بیزار کرد و اینها آمدن و گرایش پیدا کردن به یک مردی که دارای تجربه سیاسی نبود، بیرون بود، کشاورز بود و مثل سیاستمدارها سخن نمیگفت، بسیار مستقیم صحبت میکرد، کلمات و عبارات ساده داشت، ادبیات و ادبیات سیاسی حرفه‌ای نبود و امیدها بسته بودن و آقای جیمی کارتر اون بدون گونه نشد، همیشه که شما میفرمایید، یعنی بسیاری به امید داشتن، اما این مرد چون مهارت‌های کافی نداشت و عزم راسخ نداشت و تدبیر صحیح نداشت، نتوانست واقعا به کسانی که به امید بسته بودن عرض کنم که امیدها اینها رو تبدیل به حقیقتی بکنند. ولی امیدی به اوباما نبستم. عرض من این هست که به جهت اینکه مرد خود ساخته است و عرض کنم که از طبقه پایین آمده، امکان این هست، من چیزی رو پیش بینی نمی کنم، این امکان هست، البته برعکس اون هم ممکن است اتفاق بیفتد، اما امکان این هست، چون ضرورت این کشور این هست که از دو سوی قضیه، یعنی هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان با هم کار بکنن، کار کشور رو به پیش ببرن. این هست که میشود گفت وقتی که این انتخابات تمام بشود و این سر صدا بخواهد، این نمایندگان مردم که در پارلمان هستن و در سنا هستن، همه با هم کار بکنن برای مردم و کار کشور پیش برود. این حدی است که من میزنم. اما شید یه سوال دیگه دارم. مردم آمریکا این رو طلب میکنن و عرض کنم که حالا ببینیم چه خواهد شد. قربان. یه سوال دیگه آقای مشیری. جانم. این آقای مکین مرتب به خصوص در چند روز اخیر به آقای اوباما، یعنی ایشون رو متهم میکنه که هوادار مکتب سوسیالیسمه. درسته. آیا واژه سوسیالیسم در آمریکا اینقدر ننگاوره؟ بله همینجوره قربان، همینجوره. ببینید وقتی که آقای کلینتون آمد و گفت من میخواهم، به اتفاق خانمش، آقای کلینتون هم گرایش‌های سوسیالیستی داشت به دلایل بسیار، که او هم از یک خانواده ساده بود، به خصوص که دوران تحصیلش در انگلستان بود و با سوسیالیست‌های اروپا در تماس بوده در واقع، و وقتی آمد مطلبی رو خواست حل بکند که حقیقتا نیاز به همت داشت و یک کار سوسیالیستی بود، و اون این که عرض کنم که موضوع این ماجرای بیمه رو حل بکند و همه مردم رو بیمه بکند. بنده بیاد دارم که این آقای سناتور گرام که ادوایزر اقتصادی آقای چیزها بود، مکن شاید هم هنوز باشه و یکی از عوامل سقوط اقتصاد در این مملکت هست، اون زمان سناتور بود از تگزاس، آمده بود و میگفت آقا کمونیسته، این کارا کار کمونیسته، اینجا بازار آزاده، مردم بایستی برن و بخرن، خودشون پزشکشون انتخاب کنن و اینها، که این البته حاصل نفوذ فوق العاده این کمپانی های داروسازی و تشکیلات پزشکی مملکت هست. بگذاریم، امروز هم این سخن از اونجا آمده است که وقتی که آقای جو د پلامر، یعنی جورج لولکش، جو لولکش صحبت میکرده با اوباما، اوباما و فقر یا فرض کنید که وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، اوباما گفته است باید که ثروت رو دیستریبیوت بکنید، که البته این سخن خلاف طبیعت و ذات سرمایه داری است. این هست که این آقای مکن این رو دست گرفته که بگوید آقا این از ما نیست، این در روند درست و صحیح و اصولیه از کنم که کشور آمریکا که سرمایه نیست، این آقای آدمی سوسیالیست و از کنم تقریبا همین جنبه کمونیست که میفرمایید و کمونیستی رو، این لیبل رو، این برچسب رو بزند، بلکه بتواند گروهی رو بترساند و عرض کنم که رأی ها رو، اینها اتهاماتی است که وارد میکنند و اینها
و مکن داره از این به خوبی استفاده میکنه و من دیدم این عباراتی که مکن میگفت همون عبارات رو این خانم پیلن که عرض کنم که بله اونم میگه، اون هم همین ها رو تکرار میکرد برای مردم. آقای مشیری برگردیم به بازار مالی، یعنی بحران مالی که خب هنوز عواقبش رو نمیتوان سنجش کرد، ولی چند موضوع در گیرودار این بحران مالی مطرح شد. یکی این که برخی از چپگرایان بله. یا نشریه های چپگرا اعلام کردن که سرمایه‌داری مرده است یا خواهد مرد، و از سوی دیگر در آلمان اعلام شده که فروش کتاب سرمایه مارکس بله. چون طرفداران مارکس الان چی میگن چاقوشون دسته گرفته بله بله. اونا میگن که سرمایه‌داری مرده است و دوباره مارکس مطرح شده و کتاب سرمایه چاپ‌های جدیدی داره و مرتب داره فروش میره. بله. شما در این باب چه نظری دارین؟ یعنی منظورم این است که در از دیدگاه رؤیای آمریکایی صحبت بفرمایید لطفا. بعدن عرض میکنم که این چپ محترم از زمان مارکس منتظر بوده است که سرمایه‌داری سقوط بکند. البته علت سقوط سرمایه‌داری به زعم مارکس رکودی نیست که امروز آمده. سخنی که مارکس میگفت این بود که هسته نابودی در دل سرمایه‌داری هست، و بعد توضیح میداد این تولید انبوه رو میگفت، بعد موضوع استثمار رو بیان میکرد و بهره کشی، و عرض کنم که از اونجا کار به جایی میرسید که این داستان سرمایه‌داری اونقدر بهره کشی میکرد که کارگران به جان میآمدن و فقیرتر میشدن، تا جایی که اینها عرض کنم که چیزی نداشتن از دست بدهن جز زنجیری که بر پایهاشون بود، بر پایهاشون بود قیام میکردن و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میآوردن. و اینها این چیزی که امروز آمده با اون پیشبینی آقای مارکس با هم یکسان یک جور نیست، چون شرایط امروز شرایط روزگار مارکس نیست، و خب به هر صورت اینها بهانه است به دست چپ. اتفاقا یکی دو تا از هموطنان به من زنگ زدن امروز و اینها، و با توجه به سخن اوباما و اینها که بله دیگه تمام شد کار سرمایه داری، بنده گمان نمی کنم آقای مهری چنین بوده باشد. مشکلات اقتصادی امروز آمریکا از جای دیگری پایه گرفته که مطابق با نسخه‌های مرحوم مارکس نیست. حالا کتاب کاپیتال هم فروشش زیاد شده باشد زیاد شده باشد، مثلا نیست، کتاب کاپیتال مارکس همیشه پرفروش بوده، اما این دلیل اون نیست که فرض کنی که جامعه سرمایه‌داری آمریکا یا جای دیگر اینها فردا عرض کنم که شروع کنن به عرض کنم که نوع دولتی و حکومتی که آقای مارکس میخواست. اما یک مطلب هست و اون که سوسیالیسم سرانجام، بنده فکر میکنم این اندیشه شخصی من هست، سرانجام گیتی به سمت سوسیالیسم حتما بایستی حرکت بکنه، یعنی که عرض کنم که اینقدر تفاوت نباشه. این کار رو البته در اروپا کردن، خود انگلستان کشور سوسیالیستی، آلمان کشور سوسیالیستی، آقای موری کشورهای اسکاندیناوی اینا کشور سوسیالیستی هستن با گرفتن مالیات بیشتر. یعنی اینها آمدن و بخش میانی رو یک میانگین زرین به دست آوردن که درست در میانه از کنم چپ و راست بود، یعنی زیاد خواهی سرمایه داری رو دیدن و این خشونت و بیروحی و بیمزگی چپ رو هم دیدن کمونیست رو، و در میانه راه انتخاب کردن و عرض کنم که اون به قول معروف redistribution of wealth هست، یعنی دوباره پخش ثروت از طریق به قول خودشان میگوین پروگرسیو تکسیشن، یعنی که هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کسی پول بیشتری کسب میکنه مالیات بیشتری میده، تا اونجایی که فرض کنه اگه یک کسی 25,000 دلار حقوق میگیرد مالیاتش با کسی که 35,000 دلار میگیرد، اون که 35,000 میگیرد اون چه منزل میبرد کمتر از اون 25,000 دلاری است. حالا برکتش من یادم نیست، اونرسی همچی فرمولی هست، بنابراین کسی زیاده خواهی نمی کند، زیاده طلبی نمی کند. این است که با گرفتن این ثروت و مالیات عرض کنم که تشکیلات سوسیالیستی مثل فرض کنید که بهداشت، بیمه، تحصیل مجانی، بازنشستگی،
از کنم مسکن اینها رو تهیه کردن. این است که یک ضد حمله‌ای یا انتیدودی به سم کمونیست پیدا کردن کشور اروپایی و خود همین آمریکا. در واقع چون نیک بنگریم در این کشور که همه چیز رو میبایستی خرید در روزگار همین روزولت دوم، در جنگ دوم، اینها آمدن و از وحشت همین چپ و کمونیست آمدن و این تشکیلاتی که امروز هست مثل سوشال سکیوریتی و از کنم که نهادهای کارگری مثل یونیون ها، اتحادیه ها، موضوع بازنشستگی و غیره و اینها رو به وجود آوردن و مات کردن. در واقع با یه حرکت این کمونیست رو مات کردن و در اینجا راهی نداره کمونیست. این است که نهایتا می شود که صحبتی آقای اوباما می کند همین هست، می گوید که ما بایستی مالیات رو از کسانی که 250,000 دلار درآمد بیشتر دارن از اونها بیشتر بگیریم و بازگردانیم برای رفاه کسانی که حقوق کمتری میگیرن. فکر کنم جامعه هم جستجوگر همین هست. این دست راستی ها مثل بوش و ریگان و بوش پدر و اینها دست ثروتمندان عمده رو باز گذاشتن، مالیات ها رو از اونها نگرفتن یا بسیار کم گرفتن مثل کمپانی های بزرگ نفتی و ثروتمندان عمده در این مملکت، و مالیات ها رو بیشتر طبقه متوسط گرفتن. بنابراین در مقابل اون این عکس العمل مورد پسند است. این اون دلیل نیست که فرض کنید کشور به سمت کارل مارکس پیش میره یا به سمت انگلس پیش میره و یا به سمت لنین. این خبرها نیست واقعا. بیهوده این چپ حرکت آمده و ذوق میکند و اینها کف بیهوده میزند. آقای موری، آقای مشیری، من در ابتدای برنامه امشب به آگاهی شنوندگان رساندم که من در 32 سال پیش کتابی ترجمه کردم درباره آندره مارو، نویسنده بزرگ فرانسوی که وزیر اطلاعات دوگل شد. بله. این مرد بسیار بزرگیه و آثار بسیار فکرانگیزی نوشته است مثل ضد خاطرات، خاطرات امید، بسیار کتاب داره. حضورتون عرض کنم که توی این کتاب همجور که من نگاه میکردم دیدم در یک جایی نوشته که تمدن، یعنی من کتاب رو دادم میشب دربارش با شما صحبت کنم حقیقتا درباره تاریخ. بله. یه جاش نوشته بودش که تمدن کنونی جهان فرقش با تمدن‌های پیشین در این است که به خودش مینگره و خودش رو بازسازی میکنه و خطاهای خودش رو تصحیح میکنه. بله بله همینجوره. من میخواستم ببینم که میتوان گفت که سرمایه داری هم کاپیتالیسم هم یک همچین حالتی داره، یعنی سعی میکنه که هر بار که با بحران روبرو میشه به نحوی در جستجوی راه حل بر بیاد و خودش رو تصحیح کنه. خب بله، ببینید عرض می شود که این با گذشت زمان و عرض شود که مطالعه همین مکاتب مختلف اقتصادی سیاسی این تجربه به دست آمده که چگونه و این همه دانشمندان علم الاقتصاد که هر سال یک کسی نوبل می گیرد اینا راه های مختلف رو امتحان می کنند و عرض کنم که چگونگی فرض کنید کنترل تورم یا تولید کار یا قضایای از این دست، اینها تجاربی است که به دست آوردن و این تجارب چون اقتصاد علم 100% دقیق واقعا نیست، یعنی اگر اقتصاد به دقت فیزیک بود یا ریاضی بود که مطلب حل بود، اما هر گروهی که میآید مبتنی بر اینکه از چه کلاسی آمده و عرض کنم خود او چه پیوندهایی با جامعه داره یک مکتب یا مکتب دیگری رو اختیار کرده و این وضعیتی که در آمریکا پیش اومده آزاد گذاشتن دست همین بازار سرمایه بوده و دیرگولیت کردن، یعنی به وجه اخر قسمت نهارت کنم این که دولت هیچ گونه کنترلی بر روی وضعیت پول در همین استاک مارکت نداشته باشه یا بازار سرمایه. این هست که فساد و طمع، یعنی کسانی بودن که 40 میلیون و 50 میلیون دلار برای خودشان حقوق برداشتن و این زیادخواهی گروهی سبب این عرض کنند که وضعیتی شده است که امروز هست و حالا چه کار میکنند و پیشنهادی که میکنند این است که بایستی آقای اوباما، حتی آقای مکن که دی رگولیتور معروف هست، یعنی هیچ رگولیشن و قانون و قید و بندی نباید باشد بر بازار سرمایه، اینها به این نتیجه رسیدن که بایستی
عرض کنم که رگولیشن باشه و بایستی دولت نظارت بکند و کسی نتواند از حدی بیشتر حقوق بردارد و کسانی که هستن زیر نظر دولت باشن که فساد نباشد از اینجور درس ها از اینجور داستان ها به هر صورت و اکنون که وضعیت به این وجه آمده اینا به دقت میدانن که با آماری که در دست هست اینها میدانن که چه طریقی رفتن که به این مخمصه برخورد کردن بنابراین عکس اون رو هم قدرت دارن که وارد بکنن و بتوانن از این مخمصه خود رو بیرون بکشن همین کاری که کردن در این چند سه هفته چهار هفته پیش یعنی وارد کردن 750 بیلیون دلار در بازار اقتصاد آمریکا و همچنین ژاپن و انگلستان و فرانسه و آلمان و دیگران هم چون این رکود به اونجا هم سرایت کرده بود وارد کردن این میزان پول سبب شده است که در چند روز گذشته من دیدم این بازار اقتصادی عرض کنم که مثبت بوده یعنی بالا رونده بوده که علامت ترمیم هست آقای مهری یعنی اگر به طور پیاپی این بازار منفی نشون میداد ممکن بود که این تصور بشود که کار بسیار بسیار خرابتر از این هاست و ممکن است به ریسیشن و دیپریشن و از اینجور قضایه عرض کنم که کارها برخورد کنه اما نشون میداد که همین حرکتی که ناگهان دولت کرد و عرض کنم که کارها رو زیر نظر گرفت و در واقع دولت خرید این سهام رو و این پول رو وارد کرد کارها داره تعمیر و اصلاح میشه مقصود این که اونقدر علم اقتصاد در اختیار رهبران هست که بتوانند این موضوع رو ترمیم بکنند و باز کشور رو به حالت عادی برگردانند در کوچه و خیابان آمریکا من امر غیر عادی رو نمیبینم که حالا اونقدر وضع خراب شده باشد که مردم شاکی شده باشند چنین و چنان باشد و تا اونجا که به خانه ها مربوط است معلوم میکند که فرض کنیم 2 میلیون منزل فورکلوز شده یعنی اینها پول نداشتن بدهند و بانک آمده اینها رو گرفته و عرض کنم که چون اینها رفتن بانک ها کم و کسی آوردن اما نسبت به حجم کل اقتصاد تعداد خانه ها و اینها هنوز وضع اون دوچاران بحران نیست که ما فرض کنیم که خطر خیلی جدی در پیش هست مثل اوائل دهه 30 تا اونجایی که من فهمیدم آقای موری آقای موشی دهه 30 یعنی سال 1929 به بعد بله تعداد خودکشی ها در آمریکا یعنی قابل محاسبه نبوده من صحبت میکردم با آقای دکتر خاوند میگفت که در اون زمان در هتل ها کسی که میخواست بره اتاق بگیره حالا لابد یه شوخی بوده ولی شوخی که با واقعیت میخونده ریسپشنیست پذیرنده از مسافر میپرسیده اتاق برای خوابیدن میخواد برای خودکشی کردن بله درست آقای مهندس از پنجره پنشون سرماهاشون از دست دادن و بسیار خودکشی کردن و میخوام خدمت شما عرض کنم پیرو همین سوال قبل شما که مربوط هست به همین سوال خدمتون عرض میکنم که در همون روزگاری که این اتفاق افتاد آقای هوور رئیس جمهور آمریکا بود که به هوور یه ترمه مشهور هست امروز مثل جیمی یه ترمه یعنی یه ترم پرزیدنت یعنی یه دوره 4 ساله یه دوره ای آمد به مردم امریکا گفت آقا ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم این جریان بد اقتصادی که اینجا هست در همه جوان جهان بخواهید همین است و نخواهید هم همین است هیچ کاری ما نمیتونیم برای اقتصاد انجام بدهیم و بعد دیدیم که یک شخص دیگری آمد و یک رهبر دیگری آمد و یک دولت دیگری آمد که کارها رو جبران کرد و آمریکا رو به اوج ثروت برد واقعا البته حالا امریکا درگیر جنگ شد بماند اما این دیپریشنی که وارد شده بود چون دیپریشن آخرین حد بدبختی اقتصادی است عرض کنم که جبران کرد روزولت با ادمینستریشن درست یک آورد و در آلمان هم که یک بار هم صحبتش کردیم که 6 میلیون بیکار بودن و ارزش دلار زمانی به 4 میلیون دویچ مارک شد یک دلار و مردم حسنشان را دست دادن همون ادمینستریشن هیتلر و عرض کنم اون دکتر شاخت و غیره و اینا آمدن و هنوز هم نمیدانن واقعا این ترمیم سریعی که اقتصاد آلمان کرد بین سالهای 1933 تا به بعد از کجا بوده چگونه انجام شده مقصودی که این راه حل‌ها در اختیار هست و آقای روزولت هم توانست این کشور رو از عمق واقعا هراسناک عرض کنم که دیپریشنی که آمده بود نجات بده آقای مدیر آقای مشیر چیز نویسنده اتریشی که به حال در آلمان مدت ها میزیست اشتفن تسوایک یه کتابی داره حالا اسمش یادم نیست من بس که همه کتاب هایی نخوندم دیگه قاطی کردم توی یکی از این کتاب ها صحبت از این میکنه که در
گیرودار میان دو جنگ در آلمان به قدری تورم بالا رفته بود که ما برای خرید یک تخم مرغ باید یک گونی اسکناس می‌بردیم. حالا من نمی‌دونم این تا چه حد درسته. درست آقای موری، کاملا صحیحه. داستان از این قرار هست که شما تو کتابتون هم آورده بودین. بله بله، درود بر شما. دردش خدمتتون عرض می‌کنم. این هست که وقتی وایمر رپابلیک برپا شد و دموکراسی آلمان بعد از جنگ اول، آلمان ها اون چه بر اونها تحمیل شده بود و بسیار هم ظالمانه تحمیل شده بود، یعنی مقدار پولی که یا جریمه‌ای که در کنفرانس صلح ورسای، که واقعا کنفرانس صلح نبود، این بنیانگذاری جنگ دیگری بود، اون حرکت ظالمانه شد و اون چیزهایی که معلوم کردن در حق ملت آلمان، باز آلمان ها زیر بار قضیه رفته بودن، دولتش رو پشتیبانی میکردن و آلمان هم قسطای خودش رو میداد و هر چهار دشمارک یک دلار بود و یکی دو ماه این قسط ها عقب افتاد. فرانسه یک اعلامیه خیلی خطرناکی در واقع تهدیدآمیز به آلمان ها داد که یا شما بدهکاریاتون رو به موقع میدهید و این آنچه بدهکار هستید یکجا پرداخت میکنید، یا اینکه ما منطقه صنعتی این بود اگر اشتباه نکنم اونجا رو خواهیم گرفت. آلمان ها زیر بار نرفتن، دولتشون رو پشتیبانی کردن و دولت آلمان هم گفت ما نداریم و نمیدهیم و در آینده خواهیم داد. فرانسوی ها نیرو وارد کردن، به معنی ارتش فرانسه وارد شد، این به 4000 رسید و 4000 به 40000 رسید و 40000 به 400000 مارک رسید، یعنی و بعد به 4 میلیون، یعنی 4 میلیون برای خرید سبزی. همون که شما فرمودین، شخص نیازمند این بود که یک کیسه پر از دشمارک بکند و برود و از کنم سبزی بخرد یا غذا بخرد و اینها. این است که اون تورم شدید و فوق‌العاده که سبب بیکاری و بیچارگی مردم آلمان و زمینه پیدایش هیتلر شد، عرض کنم که به خاطر همین حرکت نظامی فرانسه شد به خاک آلمان و عرض شد که تا آمدن هیتلر و اینها، این مطلب از اونجا آمد و واقعا مردم به فشار بودن و هر چیز خود را دست، همه چیز خود را دست دادن، تمام این پسندازهای خودشون بیچارها برای قضا از دست دادن. آقای موری، آقای مشیری میگن الان در چیز زیمبابوه وضع بهتر از آلمان بعد از جنگ اول نیست. عجب. بله میگن، حالا من نمیدونم واقعا چگونه ممکنه که تورم در حد مثلا 1 میلیون باشه، 1 میلیون درصد، نمیدونم این اعداد رو من درست نمیتونم بفهمم. خب از شبت که خب تورم که انواع اقسام داره، زمانیست که تولید نیست و ارزش پولی سقوط میکنه و این سقوط ارزش پول میتونه تا حد زیادی بالا بره آقای موری، و بعضی کشورها که دچار گرفتاری میشن مثل همین آخونده خود ما، کاری که میکنن، حالا شما باید علم الاقتصاد دعوت کنید این قضایه را به خوبی توضیح بده، اما تا اونجایی که بنده فهمیدم تولید پول بدون تولید کالا ایجاد تورم میکنه، یک عناصر دیگری هم ممکنه بهش اضافه بشه که این کار رو سختر و سختر بکنه وقتی که خریدار باشه و کالا برای فروش نباشه، یعنی برای هر فرض کنید اگر یک دو جین تخم مرغ 50 نفر مشتری باشد، این سبب بالا رفتن قیمت تخم مرغ میشه، در حالی که اگر 50 دو جین تخم مرغ در جریان باشه این کاملا قیمت ها سر جای خودش باقی میمونه. یعنی وقتی که دمند و سوپلای به قول اینجا، یعنی تقاضا و عرضه با هم باشه، خب هیچ اینفلیشنی نیست، اما عرض کنم که اگر که تولید کم باشه و حجم پول هم به خصوص اگه بیشتر باشه، چون بعضی دولت ها راه حل رو خیال میکنن پول هست، اینها بیشتر در دست مردم بریزن، این تورم البته بالا میره، در واقع سونامی نقدینگی به وجود میاره. بله بله بله، درسته، کاملا صحیح میفرمایید. حالا من در این زمینهای گفتگوی مفصلی کردم با آقای دکتر خاوند، امیدوارم که فردا و پس فردا در برنامه به سوی ایران پخش بشه. آقای مشیری عزیز، در این زمینه ها بسیار میشه صحبت کرد، ولی یه شنونده ایست الان 2-3 هفته هستش که هی تلفن میزنه میگه چه نپرسیدین. بفرمایید. سوالشون اینه، فرق بین فرهنگ و تمدن چیست و کدام یک زائیده دیگریست؟ خودش جواب خودش داده مثل میگه. بله بله، تقریبا فرهنگ و تمدن. آقای مشیری بذاری من یه چیز براتون بگم، ببخشینا.
بله بله. من حرفای خام بلدم بزنم ولی خب شما پختش میکنید. حالا حرفای پخته رو شما میزنید. اختیار دارید، خواهش میکنم. آقا مشیر، یک اسوالد اشپنگلر که هوادار، به نحوی هوادار مکتب نیچه بود در آغاز قرن بیستم در آلمان و سبقه نازیسم هم داشت تقریبا، این بله. چیز مفکر تاریخ بود. یک کتاب بله بله بسیار بله مشهوره. بله، یک کتابی نوشته به نام انحطاط مغرب زمین. بله، این کتاب به فارسی فکر نمی‌کنم ترجمه شده باشه، یه تیکایش ترجمه شده. به هر صورت او میگه فرهنگ صورت شهری نشده، ببخشید تمدن صورت شهری نشده فرهنگه. یعنی میگه تا زمانی که به اصطلاح اندیشه روستایی است، در روستا شکل میگیره، در آب و هوای خوش به دور از نیرنگ‌های شهری، اون فرهنگه. ولی همچین که آمد در مجاری شهری قرار گرفت، با سود و زیان و تجارت اینها درآمیخت، این تبدیل میشه به تمدن. البته این تعریف خیلی کلیه، این فقط به عنوان چیزی که یاد آمد خدمتتون عرض کردم. حالا شما نظرتون بده. بله بله، این نظر آقای اشپنگلر رو هم اپیکور داده، عرض کنم هم ارسطو. بله. اون زندگی ساده است که احتیاجات انسان بسیار کم هست و عرض کنم که فضای پاک و ساده است برای زندگی، و هر که انسان خود رو درگیر مدنیت بکند، عرض کنم که احتیاجات او بیشتر میشه و آرامش او کمتر میشه. این سخن رو یونانیان قدیم هم گفتن. اما اجازه بدید در باب تعریف فرهنگ عرض کنم که بسیاری از ما تصور درستی از واژه فرهنگ نداریم، به لحاظ اینکه در زبان فارسی فرهنگ معانی مختلف داشته. هر جامعه‌ای دارای فرهنگ هست، حتی وحشی‌های ما و ما هم فرهنگ دارن، به جهت اینا فرهنگ اونا فرض کنیم فرهنگ توحش است. بنابراین فرهنگ عبارت از کلیت، عرض کنم که شیوه‌های پنداری و کرداری و گفتاری که بر روی هم همه اینها فرهنگ رو نشان میده. یعنی ما وارد یک، فرض کنیم که بغداد اگر بشویم در عراق، ما یک جور فرهنگ میبینیم، وارد خوزستان که بشویم یک فرهنگ، وارد خراسان و جاهای دیگر. بنابراین همه داره فرهنگ هستن، اما همه داره مدنیت نیستن. و مدنیت خدمتتون عرض کنم اون هم یک امر، عرض کنم که ابسولوت نیست. یعنی فرض کنیم که ما امروز جامعه سوئیس رو میگویم جامعه مدنی است، جامعه آمریکا مدنی است، از چه که جامعه روم باستان هم البته مدنی بوده، جامعه یونان 500 سال پیش از میلاد هم کاملا مدنی بوده، اینا هم امور نسبی است. و این است که ما چه تعریفی واقعا از مدنیت به دست میدهیم. این است که مدنیت دارای فرهنگ خود هست، توحش هم دارای فرهنگ خود هست، مگر اینکه ما تعریف دیگری از فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ رو یک امر متعالی بدانیم، چون ما عرض کنم که فکر میکنم بیشتر ما نظر بر این داریم. یعنی وقتی میگویم فرهنگ ایران، گمان ما این است که شاهنامه فردوسی و ربایی های خیام و عرض کنم اندیشه های حافظ و غزل های سعدی فرهنگ ایران است. اما فرض فرمایید که کاستی ها که عبارت باشد از هنگ و سختی و سختگی ها و عدم اتفاق و اتحاد، و عرض میکنم که عدم ایستادگی در مقابل دشمن، که این عرض کنم که به صورت تاریخ تکراشه، اینا جزء فرهنگ ما نیست. آبگوش و خوردن پیاز و دم در ایستادن و هنگام خداحافظی مطلب رو طول دادن و قند رو در چای زدن و بعد خوردن، اینا همه فرهنگ هست، اینا فرهنگ ما به اینها شناخته میشیم، همه اینا کلیت اینا فرهنگ هست. اما بسیاری از ما تصور خیلی بالایی داریم از فرهنگ، ما میکنیم که اون بخش متعالی کرداری و گفتاری ما و پنداری ما فرهنگ است و بقیه‌اش جزء فرهنگ نیست، در حالی که همه اینها روی هم فرهنگ است، خوب و بد آن فرهنگ اینا هست. بنابراین هر سبب که این است که ما چه تعریف از دست میدیم. بنابراین ممکن است که یک جامعه فرهنگ داشته باشد که حتما هم دارد و مدنیت نداشته باشد، و جامعه‌ای که مدنیت دارد میتوانیم بگوییم که قطعا فرهنگ هم حتما داره. یعنی فرض کنید که جامعه مدنی شد در حد جامعه که ما می‌دیم، حتما فرهنگ موسیقی، فرهنگ مجسمه‌سازی، فرهنگ سینما و عرض می‌کنم فرهنگ نویسندگی، آزادی بیان، دموکراسی، بیشتر این چیزها رو باید داشته باشه.
این مطلبی است که در مقابل این سوالی که من هرگز باش روبرو نشدم میتوانم ارتجال کنم آقای مهری. البته مطلب در این باب بیشتر هست، من هست که میشه در بابش بیشتر صحبت. خیلی ممنون آقای مشیری. یه نکته هم من الان یادم افتاد درباره مدنیت. یکی از متفکران بزرگ اتریشی گفته است که مدنیت یعنی هرچه بیشتر از امر مقدس دور شدن در جامعه. بله بله بله، قشنگ گفته نه؟ بسیار بسیار عالی گفته. و این سخن بنده یاد سخن افیکور می داره در باب ایژوکیشن، می گوید ایژوکیشن و تعلیم و تربیت یعنی عدم باور خرافات، که کاملا تطبیق میکنه با فرمایش شما. خواهش میکنم، من که نگفتم، اینو اون نویسنده اتریشی گفته، حالا اسمش هم پیدا میکنم بهتون میگم. حضورتون عرض کنم که یعنی اون گفته، اون نوشته است که مقیاس پیشرفت یک جامعه در زمینه مدرنیسم فقط همینه، دور شدن از امر مقدس و رویاوری به خرد و خردمندی. یه شنونده آقای مشیری میشنوین؟ آقای مشیری؟ صدا آقای مشیری قطع شد. خب شنوندگان گرامی، عذرخواهی میکنم ازتون، ارتباط تلفنی ما قطع شد. آقای مشیری عزیز، آخرین بخش گفتگومون، یک در ادامه بحث میاد، بحث درباره ارزش‌های فرهنگ و تمدن، یه شنونده‌ای که نام خودشون نگفتن یادداشت دادن که فرهنگ مرز بین ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست در بافتار ذهنی جامعه. خب اینم تعریف ایشونه، نمیدونم حالا تا چه حد درست. خب آقای مشیری عزیز، الان ما روی خط هستیم آقای مشیری. بله بله، اگه نظری دارین در این باب بفرمایید. خب ایشونی که فرمودید تعریف خودشونو کردن. این امر، این امور به قول معروف سابجکتیو رو معیار قرار بدیم که بگوییم که تمدن چنین مرزی دارد. ما باید مراجعه کنیم ببینیم که حاصل تفکر انسان در این معانی چه بوده، چه تعریفی از فرهنگ به دست آمده. این است که ما بخواییم یک تعریف استاندارد شده که همه جا مد نظر هست در نظر داشته باشیم، باید مراجعه کنیم به فرهنگ ها. در فرهنگ ها آمده است که فرهنگ عبارت از total way of life، خیلی عوض میخوام انگلیسی میگم، یک کلیت شیوه زندگی. این نیست که ما فرض کنیم که هرچی خوب است فرهنگ هست، هرچی نه ضد فرهنگ است، چنین نیست. این است که فرض کنید که در فرهنگ، فرض کنید اعراب روزگار اسلام و بعد از اسلام،
خشونت جزء لاینفک فرهنگ بوده، قارتگری جزء لاینفک فرهنگ بوده، فرهنگ اونها چنین بوده. این است که باز بر یعنی سر مرتب نخستین، این فرهنگ امر متعالی نیست، کلیت شیوه های رفتاری یک مردم یک جامعه است، از گفتن، نشستن، برخواستن، سخن گفتن، عرض کنن، براستن، دین، تاریخ، شیوه حکومت، اینها مثال عرض کنند که در این کشورهای خاورمیانه این استبداد و استبدادخواهی جزء لاینفک این فرهنگ شده، آزادی خواهی رفت بربسته، این جزء فرهنگ هست. نزد ما ایرانیان انتظار کشیدن و در انتظار دیگران بودن و با بدبینی قضایا را نگاه کردن و کاسه همواره در زیر نیم کاسه دیدن هم جزء فرهنگ ماست. اینها عرض کنم ارزندیش در کجاست واقعا؟ اینا جزء فرهنگ ماست. ما نیدون اینا ضد فرهنگ هستن، اینا جزء فرهنگ هستن، جزء ما هستن، ما داره یک کالچری هستیم، اینا همه در شکم این کالچر محاسبه میشه. از اون سو مردمانی هستیم بسیار رقیق القلب، بسیار دقیق النظر، مردمان هنری هستیم، شاعر هستیم، شعر عضو لاینفک و بزرگی است در این فرهنگ به عنوان مثال، اما حکمت عقلی جزء فرهنگ ما نیست، ما مردمان عقلی نیستیم، اینا همه فرهنگ ماست آقای موری. این است که مرزبندی ندارد واقعا این تعریف. خیلی ممنونم آقای مشیری. حالا من اگر موافق باشید یک مقاله‌ای در اختیار دارم که چندین تعریف از فرهنگ به دست دادم، اگه پیداش کنم هفته آینده میارم در برنامه میخونم و نظر شما رو خواستار خواهم شد. بله حتما در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم آقای مشیری عزیز، خسته نباشین. خداحافظ شما. درود بر شما.